هر چقدر که تنش‌ها و تحولات در منطقه بالا میره و سرعت اونها بیشتر میشه، در فضای مجازی هم تاثیر خودش رو میذاره و کاربران توییتر نظرات و کامنت‌های خودشون در این رابطه می‌نویسن. در رابطه با تنش‌هایی که در امارات و عربستان رخ داده، توییت‌هایی رو با هم می‌بینیم و در رابطه با نقش رژیم در این بحران‌ها. کاربر نوشته: محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن تحت حمایت سپاه تروریست ضمن تایید حملات پهپادی این گروه به تاسیسات نفتی عربستان تهدید کرد که تاسیسات نفتی امارات نیز از حملات پهپادی در امان نخواهد ماند. کاربر دیگه هم به نقش پشت پرده رژیم اشاره کرده و نوشته: حوثی‌ها از کجا پهپاد می‌آورند؟ شخص خامنه‌ای و پاسدارانش حوثی‌ها را تأمین تسلیحاتی می‌کنند. کاربر دیگه نوشته: ارتش آمریکا و ناوگان پنجم در حال ارزیابی و تحقیق دقیق تر بر روی عملیات خرابکاری روی کشتی‌های تجاری در آب‌های کشور امارات در فجیره هستند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که این درخواست رسما از سوی امارات به آمریکا داده شده است. کاربر دیگه هم این وضعیت رو در رابطه با رژیم اینطور توصیف کرده که نوشته: پیامد انفجار نفتکش‌ها در فجیره و نقش رژیم آخوندی. رژیم آخوندی در بن‌بست با دست خود نظام را به سوی پرتگاه می‌برد. بعضی از کاربران هم در رابطه با ضرورت براندازی در این شرایط و خواسته مردم ایران در این رابطه گفتن. کاربر نوشته: هرچه زودتر مردم ایران را از شر آخوندهای دزد غارتگر خلاص شوند به نفع ایران و ایرانی است که جلوگیری می شود از خسارات و ویرانگری بیشتر توسط این پدیده ضد تاریخی که بر مردم ایران تحمیل شد. کاربر دیگه هم نوشته: باید همه با هم برای پایان صدور تروریسم، باج دادن ملایان، گرفتن زیر بغل آخوندها، مماشات را کنار گذاشت و قاطعیت تنها جواب است. مماشات را باید دفن کرد. حرف یکی بیشتر نیست. با آخوندها مماشات نکنید. مقاومت ایران را به رسمیت بشناسید. کاربر دیگه هم نوشته که بهترین راه حل در این شرایط و هم برای جهان و هم برای ایران سرنگونی رژیم هست. این وضعیت تنش‌های بین‌المللی، نارضایتی‌های داخلی و ضعف رژیم فرصتی رو ایجاد کرده که مردم ایران هم در توییت های خودشون از خواسته هاشون برای ایران آزاد بگن و از ضرورت سرنگونی رژیم آخوندی. کاربری نوشته: بهترین راه حل و درمان قطعی تمام مشکلات منطقه سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی به دست مردم ایران و استقرار یک حکومت سکولار دموکراتیک در ایران است. از مردم ایران در براندازی حکومت جمهوری اسلامی حمایت کنید. کاربر دیگه گفته که ما ایرانی‌ها دیگه باید چه کار بکنیم و چطور به دنیا ثابت بکنیم که این رژیم جنایتکار و دزد آخوندی دشمن درجه یک ما ایرانی هاست و کشور ما رو اشغال کرده و تمامی ثروت ملی ما رو می‌دزده و خرج آشوب در خاورمیانه و حمایت از تروریست می‌کنه. تنها راه نجات ملت ایران و برقراری صلح در خاورمیانه سرنگونی رژیم هست. کاربر دیگه هم از دارایی‌های مردم ایران برای پیروزی و آزادی گفته و اینطور نوشته: جنگ نهایی و رو در رو که به آزادی و حاکمیت مردم منجر میشه رو خودمون رقم میزنیم. مبنا خودمون هستیم. ما براندازان. همین تو، همین من. بقیه پارامترها شرط هست. خود را در آنچه تا به حال کردیم و خواهیم کرد دست کم نگیریم. ما همه چیز برای پیروز شدن داریم. بعضی از کاربرها هم به نقش مقاومت ایران در افشای رژیم و نقش جدی این مقاومت طی 40 سال اخیر و این مبارزه طولانی و پرفراز و نشیب اشاره کردن. از جمله کاربر نوشته: رژیم با سوء استفاده از نام اسلام بنیادگرایی را ترویج می‌کند تا بتواند مانع از سرنگونی حاکمیت شود. نیروی تروریستی قدس بازوی این رژیم است که به یمن تلاش‌های مجاهدین سرانجام در لیست تروریستی قرار گرفت. کاربر دیگه هم به افشاگری‌های مجاهدین در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم و همینطور برنامه خانم رجوی برای ایران آزاد بدون سلاح اتمی اشاره کرده و نوشته: بدانیم که مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو رژیم چه کارزار ملی و گسترده‌ای را انجام داده است تا مانع دستیابی این رژیم به بمب اتم بشود. مریم رجوی: ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود. کاربر دیگه هم با اشاره به ضرورت وجود یک آلترناتیو دموکراتیک در این شرایط نوشته:
چگونه می توانیم نیروی پاکباز و اصیل و مردمگرا را تشخیص بدهیم؟ آلترناتیو دموکراتیک و ایران آزاد فردا. اصالت یک جریان انقلابی و مردمگرا در صحنه عمل اجتماعی و در پیکار رو در رو و مستمر با دشمن اصلی محک می خورد. و کاربر دیگه هم پاسخ این آلترناتیو رو اینطور داده. مریم رجوی: تنها آلترناتیو دموکراتیک که می تواند ایران را از چنگال این نظام پوسیده و ارتجایی نجات دهد. به امید اون روز و به امید آزادی ایران و با بهترین آرزوها برای تک تک شما عزیزان، شما رو تا فردا و یک فرصت دیگه به خدا می‌سپاریم. موفق باشیم و سربلند.